دوستان و بینندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم از شبکه رادیو تلویزیونی AMG. امروز در یک روز سرد برفی ما در داونتاون کانادا هستیم، در خیابان کینگ، و من همین حال در مقابل ساختمان بل لایت باکس در خیابان کینگ. امروز قرار هست جشنواره سینه ایران به طور رسمی تا دقایق دیگه کار خودش رو آغاز کنه، جشنواره سه روزه ای که کلی فیلم جدید و در حال اکران در داخل اینها رو برای شما نمایش خواهد داد. در این جشنواره هنرمندان زیادی از داخل ایران به اضافه تعدادی از کارگردانان و تهیه کنندگان دعوت شدن که حضور خواهند داشت. با ما همراه باشید در طی این سه روز با برنامه ها و گزارش هایی که از این هنرمندان و پخش این فیلم ها در اختیار شما خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید. جناب آقای هاشمی هستیم، مدیریت افتخاری جشنواره سینه ایران. جناب آقای هاشمی خسته نباشید، سلام عرض ادب. مرسی، سلامت باشید، متشکرم. از حال هوای جشنواره بفرمایید و تغییرات جشنواره در مقایسه با سالهای گذشته و تغییرات کیفی و کمی در رابطه با انتخاب فیلم ها و همچنین تعداد فیلم هایی که نمایش داده میشه. بله، خب همونجور که میدونین امسال در واقع چهارمین دوره جشنواره داره برگزار میشه. بر صورت دوره های قبل با موفقیت برگزار شد و بر جایگاه خودش رو تونسته توی در واقع منطقه امریکای شمالی کاملا تثبیت بکنه به عنوان یک جشنواره مهم و معتبر که در واقع پارتنر فستیوال بین المللی فیلم تورنتو هم هست. و خب امسال در واقع 17 تا فیلم در جشنواره به نمایش در میان که از این تعداد 13 تاشون توی بخش کامپتیشن هستن و خب بر صورت داوره هایی هم که انتخاب شدن داوره هایی هستن، 3 تا از داورهامون ایرانی های مقیم خارج هستن، کارگردان ها و فیلمسازای مطرح آقای بابک پیامی، خانم مرجان علیزاده و آقای ارسلان براهنی، و داور دیگه همون هم که رئیس سابق انجمن منتقدین فیلم نیویورک گادفری چشایر هستش که اون هم از نیویورک اومده. و بر صورت هیئت داوران یه هیئت خیلی خوب و جالبی هستن که آدم مطمئن هستش که انتخابشون بهترین خواهد بود. و به هر حال من خیلی خوشحالم که میبینم این شرایط در تورنتو هست که اینقدر علاقه و اینقدر اعتقاد و احترام هست نسبت به سینما و اینجوری داره به هر حال ازش استقبال میشه. و واقعا امسال من مطمئنم که بهتر و با برنامه ریزی خیلی تمیزتر و خوبتری نسبت به پارسال هم برگزار خواهد شد. آقای کرمی، شما خودتون طنز پرداز هستید، با طنز شروع کنیم. شما اینجا چیکار میکنید؟ من اینجا چیکار میکنم؟ اومدم برای جشن، برای فستیوال سینه ایران، و اومدم که فیلم کولومبوس رو ببینم، فیلم افتتاحیه رو، و لذت ببرم. امروز روز اول و فکر میکنم اولین اکران جهانی فیلم کولومبوس هست. بله بله، اولین افتتاح رسمی فیلم کولومبوس در ایران اکران نشده. نه هنوز، هفته دیگه انشالله اکران شروع میشه. خب در مورد حال هوای فیلم بفهمید، ظاهرا فیلم جدید فیلم کمدی هست و با سبک کارهای قبلی فرق میکنه و فاصله داره. چی شده که رو به کمدی آوردید؟
نه فیلم خیلی متفاوت با زبان و لهجه‌ای که من قبلا کار میکردم نداره، فقط یه ذره شاید زبان شیرین تری داره نسبت به فیلم های قبلی، یه ذره فضای کمیک تری داره، ولی اتفاقات و روند سیر اتفاقات و بازی ها و جنس سینمایی که من دوست دارم مثل فیلم های سابقه. به نظرم موضوع مهاجرت یه پدیده‌ایه که در این چه سال همواره مسئله‌ای بوده در کشور ما. همیشه تعدادی مهاجرت کردن، همیشه تعدادی داخل رویه مهاجرتن، همیشه تعدادی دارن درگیر مهاجرتن و به هر صورت لازمه در موردش حرف بزنیم. امیدوارم این فیلم یه ذره اینو باعث بشه که بشه در مورد شخص اسامی هنرمندان مختلفی رو ما دیدیم، اسم خانم شبنم مقدمی و آقای امیر جعفری در بین این هنرمندا بودن که قرار بود در این جشنواره شرکت کنن، چه شد که حضور ندارن؟ خب یکی از بزرگترین کمبودهایی که در جشنواره امسال ما داریم عدم حضور بازیگران زن و یا فیلمسازان زن هست که ما خیلی دوست داشتیم از بازیگران فیلمسازان زن بیاریم، با خیلی هم در تماس بودیم، ولی خب متاسفانه نمیدونم هر کار کردیم امسال با بازیگرای زن یا درگیر پروژه‌های تئاتری بودن یا درگیر پروژه‌های فیلم سازی، و یکی از چیزهایی که ما رو خیلی آپست کرد و ناراحت کرد که نتونستیم بالاخره بازیگرای و هنرمندای زن رو داشته باشیم. شبنم مقدمی هم دوست داشتیم بیاریم، قرار بود بیان، ولی ایشون هم درگیر یک کار جدید فیلم سازی شدن و متاسفانه خب بودنشون رو کنسل کردن. آقای امیر جعفری قرار بود برای فیلم چهار انگشتی بیاریم، ولی خب با توجه به اینکه اون فیلم هنوز مراحل ساختش به پایان نرسیده و هنوز با مقدار باید کامل تر بشه، در نتیجه مجبور شدیم از جشنواره کنارش بگذاریم و امیدوارستیم برای فرصت دیگه با یه فیلم جدیدی که از ایشون داشته باشیم آقای جعفری رو داشته باشیم، ولی خب جایگزین کردیم، آقای جدیدی رو جایگزین کردیم، آقای عطشانی رو الان جایگزین کردیم. به هر حال یک اکیپ نسبتا خوب رو 8 نفره رو تقریبا از مهمان‌های امسال داریم. من این دومین تجربه‌مه که دارم میام تورنتو بابت این جشنواره سینه ایران. دیدن در واقع هموطنان همواره برای من دوست داشتنیه و حالا خدا رو شکر این اتفاق مصادف بود با اینکه این فیلمی که من سال گذشته کار کردم اولین اکرانش بود که موفق شدم با تماشاگرها ببینمش و این بازخورد رو داشته باشم. خوشحالم که فیلم رو دوست داشتم. خانم ها و آقایان، از طرف جشنواره سینه ایران به شما سلام در خیر مقدم عرض می کنم. My name is Kiana Demi and I'm delighted to be your host this evening. On behalf of the Cine Iran Festival, I would like to welcome each and every one of you to our opening ceremony here at the beautiful TIFF Bell Lightbox. Each year we gather to get a rare view into some of the most divine and captivating films, all completed by renowned Iranian artists. Iranians are historically known for their distinguished love and talent for art, which spans over thousands of years. During this festival, we will explore and celebrate this art through the beauty of Iranian films, which is unmatched around the world. At this time, I'd like to invite Amir Ganjabi, president of Cine Iran, to the stage. It's a great pleasure to be here for the opening of the fourth edition of Cine Iran Festival. And now we are at the fourth year of Cine Iran, and time flies fast. 4 years before that we decided to have this festival, we thought that our festival should be a place to show the diversity of Iranian film industry. We believe that Iranian cinema is not only comprised of, for example, Farhadi or Panahi or Kiarostami. We believe that, for example, Iranian cinema has many good commercial films with good potentials, and Iranian also has the possibility to reflect or have movie about in different kind of genre. We had, with this in mind, we each year propose or introduce
different kind of Iranian film. And I'm happy that in the fourth year of the Cine Iran Festival, we continue with this, with the same tradition. And we even open Cine Iran for the film produced outside of Iran by Iranian filmmakers or Iranian talent. بسیار فیلم عالی بود. به نظر من خیلی فیلم خوش ساختی بود. خیلی طنز خوبی داشت. طنز تلخی بود. حالا همه ما مهاجر هستیم. کم و بیش باشون با این قضیه نمیدونم تجربه کردیم. ولی بسیار فیلم خوش ساختی بود با بازی واقعا شگفت انگیز جناب آقای اصلی. فیلم خوبی بود. من از موضوعش خیلی و نحوه ساختش لذت بردم. و حالا یه سری فیلم های دیگه هم هست که در روزهای آتی اونایی رو که نشون کردیم باید ببینیم. I'd now like to invite Amir Sultani, Artistic Director of Cine Iran, to the stage. Hello, everyone. I wrote a bit of a speech to start with how proud I am to open the fourth edition of the festival and how it's getting much bigger than much bigger every year, really. And that's all because of, like Amir said, our sponsors, our volunteers, the venue who help us host this, as well as this venue and the Art Gallery of Ontario. But most of all, yourselves. It's great to see all of you coming back year after year, so give yourselves a round of applause. لذت بردم از فیلم. حالا یه سری نقدایی هم بود راجع به فیلم که حالا مثلا یه ذره فضای مهاجرت و یه ذره شاید بد جلوه داد. ولی خب کلن ساختار فیلم خوب. پس اولین سالی که در جشنواره سینه ایران شرکت میکنید؟ بله، اولین بار. به عنوان اولین تجربتون و اولین فیلمی که دیدید، به طور کلی چه برآوردی از کیفیت مجموعه دارید؟ کیفیت مجموعه خیلی خوب بود. کلن بچه های حالا کمیته ارگانیزیشن فستیوال خیلی خوب کار کردن. راضی بودم از نحوه برخورد، از رجیستریشن و حالا برگزاری و تایم بندیشون. Q&A هم واقعا خیلی خوب بود. به هر حال این که توی فیلم بعد از هر فیلمی Q&A داشته باشد و تو فستیوال خوب معمولا هست، اینجا هم خیلی خوب بود. I've learned even tonight about the great cinema that is one of many things that comes from Iran. I have a particular affection for the Persian community here because we have been blessed by so many talented people that have come here in so many areas of life. And adding film to that is just one more thing. Now I will say to you that I'm every year honored and have lots of fun going to Nowruz events and to Tirgan festivals and so on. And at each occasion, I will say a few words in Persian just to see how I do. Speaking of subtitles and turning the sound off, Shad Bashin va Paruz. فیلم های خیلی خوبی رو امسال انتخاب کردن در جشنواره. شاید به جرات میتونم بگم دیشب فیلم ها رو که داشتم مرور میکردم به این نتیجه رسیدم که شاید بهترین سلکشن فیلم های ایرانی این یک سال گذشته رو ما در جشنواره ایرانی خارج از کشور در سینه ایران امسال داریم. و فیلم ها به قول معروف بعضی از کارها در جشنواره های مهمتر قبلا پخش شدن، دیده شدن و جوایزی هم حتی گرفتن، ولی فیلم هایی رو هم میبینیم از فیلمسازهای جوان تر، کارهای تجربی تر و هنری تری رو حتی میبینیم که اکسپریمنت های بیشتری توش شده و سلکشن خیلی خوبی هستش. و خوبه که در صورت توی شهر ما این فستیوال هر سال داره برگزار میشه و تورنتو هم تبدیل شده به یه مرکز خیلی مهم کار فرهنگی، سینمایی و هنری که برنامه‌های متنوعی اینجا هستش و خوبه که اینقدر از کار سینمایی ایران تشویق داره در حقیقت میشه اینجا و سلکشن خیلی خوبی هستش. و حالا بعد چند تا کار دیگر هم ببینیم و به این نتیجه برسیم با دوستان دیگه تو جوری که کدوم فیلم ها رو انتخاب میکنیم برای جوایز امسال. چی به شما کمک میکنه که به کاراکتر اون نقشی که دارید ایفا میکنید نزدیک بشی که اینقدر تماشاگر بتونه با شما راحت ارتباط برقرار کنه؟ من فکر میکنم که اون مکاشفه شخصی آدمه که وقتی که کاری رو بهت میسپارن خودت شروع میکنی در موردش تحقیق کردن. حتما فیلمنامه هم هست و اضافه بر اون روابطی که با کارگردان داری، یعنی اون ادراک مشترکی که از اون فیلم داری. تجربه شخصیتون هم هیچ وقت دخالت میدین در خلق کارکتر؟ غیر از این نیست، شک نکنید. یعنی اینکه همین تجربه شخصی قطعا بدونید که اولین فاکتور مهمیه که ما ازش برخورد داریم. سینمای من بیانگر نوع تفکر من و جنس نگاه من به اطرافمه.
من با اینکه این جمله بگم سیاسی هستم یا نیستم اتفاقی نمیفته. فیلم های من هستن که بیانگر در واقع طرز تفکر من و نگاه من به جامعه است. من در تمام این سالها سعی کردم فاصلم رو با مردم سرزمینم به کمترین حد ممکن برسونم، از دل مردم سرزمینم بریمستن برای مردم سرزمینم، در افراط و تفریط ها نیفتم، در دام افراط و تفریط ها نیفتم و آن چیزی رو بنویسم که در واقع بهش اعتقاد دارم. میشه گفت که در واقع ویژگی اصلی فیلم ها اینه که من هنگام نوشتن فیلم نامه های فیلمم همیشه با اعتقاد اونها رو نوشتم.